30 تا جنازه رو تو خونه خودش دفن کرده، انقدر تعداد قتلاش زیاد شده که رفته 3 تای دیگر رو خونه مامانش دفن کرده. سلام بچه ها، چطورین؟ امروز برنامه خیلی متفاوت تر از همیشه است. اول از همه کلی ازتون تشکر میکنم بابت 1000 تایی شدنم. خیلی 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 خوشحالم، خیلی ازتون ممنونم. همین اول برنامه مثل همیشه لایک و کامنت و ساب یادتون نره. و مهمتر از همه یه برنامه خیلی متفاوت داریم، قراره راجبه یه قاتل سریالی باهاتون حرف بزنم. آدمی که میخوام دربارش امروز باهاتون حرف بزنم کسی نیست جز جان وین گیتی. اون توی شیکاگو به دنیا آمده. از همون بچگی دیدی یه وقتایی توی خونواده یه بچه‌ای رو بیشتر دوست دارن، یه بچه‌ای رو کمتر دوست دارن. کلن جز اون بچه‌ای بوده که خونواده خیلی بهش توجه نمی‌کرده. نه تنها بهش توجه نمی‌کردن، بلکه مورد آزار و اذیت هم قرار می‌گرفته. متأسفانه اون یه پدر الکلی داشته و یه پدر دائم الخمر که هم کتکش می‌زده، هم اذیتش می‌کرده و هم تحقیرش می‌کرده و هر وقت که زیاد الکل مصرف میکرده میومده به این میگفته تو احمقی، تو کودنی و کاری میکرده که این همیشه در حالتی بوده که میخواسته خودشو به خانوادهش ثابت کنه و کل کودکیش اینجوری سپری شده. جان وین گیتی، یک دلغک قاتل. مطمئنم فیلماشو زیاد دیدین. اون توی 9 سالگی مورد آزار جنسی قرار میگیره و کلن بچه سالمی هم نبوده. یعنی این شکلیه که از همون بچگی احساسات همجنسگرایانه داشته و همین موضوع باعث میشده که خونوادش کمتر و کمتر بهش توجه بکنن. و یه تایمی به خاطر اینکه توی پارک داشته بازی میکرده از روی تاب افتاده و سرش ضربه خورده، اون میره توی کما و به مدت 5 سال توی کما بوده. بعدها که اعتراف کرده بوده گفته بوده من قدیما فقط به خاطر اینکه پدر و مادرم قضاوت نکنن منو هیچ وقت نگفتم که به هم تجاوز شده. اون توی 11 سالگیش یه بیماری خیلی بدی میگیره و مشکلات قلبی و تنفسی داره و همش هم به خاطر اون دورانی بوده که توی رحم مادرش داشته از مدفوع خودش تنفس میکرده و این باعث شده بوده که به مشکلات تنفسی بر بخوره. وقتی که همینجوری بزرگتر میشده خیلی خیلی مشکلاتش زیادتر میشده با خانوادش و تو اون 4-5 سالی که کما رفته بود و کلی از درس و مدرسه عقب مونده بود، وقتی که از کما میاد بیرون مجبور میشه توی 4-5 سال درساشو پشت همدیگه توی 4 تا کالج بخونه. بعد از اینکه درسش تموم میشه و 20 سالش میشه تصمیم میگیره که شیکاگو رو ترک کنه و بره به لاس وگاس و تنها زندگی کنه و شرایطی بوده که اصلا دیگه نمیتونسته با خانوادهش زندگی کنه. وقتی میرسه شیکاگو میره توی قبرستون، یه جایی یه شغلی پیدا میکنه که مرتبط به اجساد بوده و از همون سن متوجه میشه که به اجساد علاقه داره. خیلی عجیبه که یه آدم به اجساد علاقه پیدا کنه و بدترش اینه که به اجساد کوچیکتر علاقه داشته، یعنی بچه ها. و از همون موقع احساس میکنه که توی جامعه خیلی جایگاه مناسبی نداره، پس تصمیم میگیره شغلشو عوض کنه. اون شغلشو عوض میکنه و میره توی کفش فروشی به عنوان یه فروشنده کار میکنه و چون شغلشو خیلی خوب انجام میداده همین شکلی داشته پیشرفت میکرده. میتونه بره وارد یه سازمانی بشه که بهش میگفتن سازمان بازرگانی جوانها. تو این سازمان جز محبوب ترین شخصیت های اون سازمان میشه و یک قدم فاصله داشت با اینکه بشه معتبرترین مرد شهر. ولی اتفاقی که میفته اونجا با همسرش آشنا میشه. همسرش یکی از معروفترین رستوراندارای شهر بوده، البته پدر همسرش یکی از معروفترین رستوراندارای شهر بوده که بعد از یه مدتی ازش میخوان که بیاد مدیریت یکی از این مجموعه ها رو، در واقع یکی از این رستوران ها رو به عهده بگیره. بعد از یه مدت که کار میکرده و خیلی خوب پیشرفت میکرده اینجا بود که استارت کارای بدش شروع شد.
اون با مارلین که ازدواج میکنه خیلی زندگی خوبی رو داشتن و تو اون مدتی هم که مدیر این رستوران ها بوده یواش یواش احساس میکنه دوباره اون خواسته های جنسیش داره اذیتش میکنه. یعنی یه اتفاقی میفته که احساس میکنه نمیتونه فقط با همسرش نیازهای جنسیشو برآورده بکنه و بدتر از اون اینه که تو محیط کارش، کاری که در واقع زنش به اون داده بود، پدر زنش به اون داده بود، باعث میشه که خیلی از کارمندای اونجا یواش یواش دیدشون بهش عوض بشه، به خاطر اینکه میرفته سراغ کارمندای جوونتر، پسرهای جوونتر، با اونا سعی میکرده رابطه دوستی ایجاد بکنه و دعوتشون بکنه به خونش. اونا رو دعوت میکرده به خونش، باهاشون سیگار میکشیده، باهاشون الکل مصرف میکرده، باهاشون میشسته فیلمای پورنگرافی نگاه میکرده و متاسفانه بهشون بعد از یه تایمی تجاوز میکرده. خیلی هاشون با خواسته خودشون و تعداد زیادشون هم با نارضایتی این کار رو انجام میدادن و بعد از یه تایمی یکی از اونایی که از این موضوع ناراحت بود میره به پلیس اطلاع میده و تو این حال و حوش بود که همسرش فهمید دیگه نمیتونه باهاش ادامه بده و ازش جدا شد. پلیس این قضیه رو پیگیری میکنه و بعد از یه مدت اون به 10 سال زندان محکوم میشه و مجبور میشه که بره 10 سال زندانش رو سپری کنه و چون اخلاق خیلی خوبی داشته توی زندان فقط 16 ماه توی زندان میمونه و با حکم آزادی مشروط آزاد میشه. اون بعد از اینکه از زنش جدا میشه تصمیم میگیره دوباره برگرده به شیکاگو. وقتی برمیگرده به شیکاگو و دیگه در واقع زن نداره، احساس آزادی بیشتری میکنه و فکر میکنه که تمام اون امیال جنسی که داره رو خیلی بهتر میتونه الان در واقع تامین بکنه. یه خیابونی توی شیکاگو هستش که انگار آدمایی که پسرهایی که در واقع تنفروش هستن میرن توی اون خیابون و خودشونو به قیمتهای مختلفی میفروشن. اون میره سراغ پسرهای مختلف و بدتر از همه اینه که بعد از اینکه با آدم ها رابطه جنسی برقرار میکرده یه سری امیال خیلی خیلی بدی سراغش میومدن که باعث میشده که تصمیم بگیره اونا رو بکشه. یک بار یکی از آدمایی که باهاشون در واقع درگیر شده بود، چیزی که خودش داره تعریف میکنه، میگه یکی از این پسرها چاقو دستش بود، میخواست به من حمله بکنه و من اومدم جلوشو بگیرم و چاقو به خودش اصابت کرد و مرد. ولی چیزی که توی واقعیت وجود داره اون پسره رو بهش تجاوز کرده و بعد از اینکه شکنجش کرده اونو کشته. اون بعد از یه مدت دوباره ازدواج میکنه با یه دختری به نام کارول و از طریق همون وارد یه سازمان دموکراتیک میشه. توی این سازمان شغلش این شکلی بوده که به اون یه شخصیتی میدادن، شخصیتی مثل دلغک. اون قرار بود دلغکی باشه که بتونه کمک‌های مالی برای این سازمان جور بکنه، برای کودک‌هایی که توی این سازمان ازشون حمایت می‌شده و ازش می‌خوان که بره توی بیمارستان‌ها، مخصوصاً بیمارستان‌های بچه‌ها و جاهای مختلف عمومی و بتونه کمک‌های مالی دریافت بکنه از اینا برای اون سازمان. بعد از یه تایمی که توی اون شغل داشت ادامه میداد، یواش یواش کارمندا ازش شاکی میشن و کلی اعتراض میکنن که این آدم به بچه ها زیاد داره نزدیک میشه و ازشون سوء استفاده میکنه. تو همین حین که زنش میفهمه ازش جدا میشه و متاسفانه این دستش باز میشه برای کارهای وحشیانه‌ای که انجام میداده و بعد از یه مدت میبینین که همه بچه هایی که این باهاشون در ارتباط بوده رو یکی یکی میبرده خونش. یکی از بچه هایی که به طریق شغل و کار در واقع گولش زده بوده و برده بوده خونش گفته بوده که من تو رو میخوام ببرم سر کار، بیا با هم یه جلسه مشاوره داشته باشیم و بچه رو گول میزنه. و این که میگم بچه 17 ساله تو این سنا، میبرتش خونهشون و شکنجش میکنه، بهش تجاوز میکنه و بعدم تو خونه خودش دفنش میکنه.
یه تایمی همسایه ها از بوی بدی که تو خونه این می اومد ناراحت بودن و زنگ می زنن به پلیس و میگن که تو خونه این یه بوی خیلی نامطبوعی میاد. پلیس هم میاد خونه این رو بازرسی میکنه و متوجه چیزی نمیشه و هیچ چیزی از توی خونش متاسفانه پیدا نمیکنه، در حالی که اون همه آدمایی که این شکلی گولشون میزده رو میآورده تو خونش و تو خونه دفنشون میکرده و میگفته که مشکلات فاضلاب خونه است و مشکلات لوله کشی خونه است که این بوی نامطبوع توی خونه میاد. بعد از یه مدت دوباره همسایه‌ها زنگ میزنن به پلیس و میگن صداهای خیلی وحشتناکی داره از خونه این میاد و این دفعه پلیس دوباره میاد خونش رو میگرده و خوشبختانه دستش رو میشه. توی سال 1978 اون محکوم به اعدام میشه و قبلش هم باید 21 ماه حبس رو سپری میکرده و جالب اینجاست که توی دادگاه گفته که همه این قتل اتفاقی بوده و حتی وکیلش گفته که اون به خاطر بیماری روانی کوتاه مدتی که داشته دست به این جنایت زده و خوشبختانه قاضی قبول نمی کنه و اونو به حکم اعدام محکوم می کنه. اون توی مدت حبسش نقاشی میکرده و جالب اینجاست که چند هزار دلار نقاشیاشو مردم خریدن. این واقعا خیلی عجیبه که چرا باید نقاشیای یه قاتل رو مردم بخرن. و بعد از یه مدت که داشته حکمش در واقع نزدیک می شده، پلیس از توی خونش 30 جسد پیدا می کنه و چیزایی بوده که دیگه خودش هم بهش اعتراف کرده بوده. و بعد از اینکه اعدام میشه، موقعی که داشتن پارکینگ خونه مادرش رو تعمیر می کردن، چند تا جسد هم از توی پارکینگ خونه مادرش پیدا می کنه. شخصیت‌هایی مثل گیتی که تو دوران‌های خیلی کوتاهی از زندگیشون آدمای خوبی بودن و آدم‌ها تو اون تایما بهشون اعتماد می‌کردن، یه جورایی اینو به ما ثابت می‌کنه که نمیشه به هیچ کسی اعتماد کرد، حتی آدمایی که ممکنه یه تایمی بهترین مرد شهرشون، منطقه‌شون یا جامعه‌شون باشن. خیلی داستان عجیبی بود. من خودم خیلی موقعی که داشتم می‌خوندم واقعاً تعجب کردم اینکه هنوزم وجود دارن آدمایی که اینقدر جنایتکارن و میتونن دست به کارهایی بزنن که باورتون نمیشه. اگر دوست داشتین دوباره از این داستانا براتون تعریف کنم، حتما توی کامنت ها به هم بگین. اگر داستان خاصی مد نظرتونه که راجبش چیزای خیلی کمی شنیدین، حتما به هم بگین، من کاملش رو براتون تعریف میکنم. و همین دیگه، دوستتون دارم. خیلی خوشحالم که ویدیو رو تا آخرش نگاه کردین. کامنت و لایک و ساب یادتون نره. خدافظ.